أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وللإطاعة عن أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. نمازگزاران، خواهران و برادران، دلدادگان به محبت خداوند، امیدواران به رحمت خدا، پویندگان صراط مستقیم، خودم و شما را در ابتدا به تقوای الهی و اطاعت از این امر خدا سفارش میکنم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که داعین ایمان به خدا دارید، از خدا پروا داشته باشید، برای فردای قیامتتون توشه آماده کنید. بعد فرمود و تزود و فإن خیر الزاد التقوى، توشه ای که میخواهید آماده بکنید، بهترین توشه در این مسیر مخوف و بلند و دراز تقوای الهی است. امیدوارم که به این دستور خدا عمل کرده باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. در ایام الله شعبان، در زمان ولادت چند امام معصوم قرار داریم. در ابتدا ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین بود، ولادت پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس بود، بعد هم ولادت امام زین العابدین علیه السلام. در 15 شعبان ولادت حجت خدا امام زمان را داریم. این ایام خجسته را به حضور یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سپس از حضور نورانی و مبارک شما به مقتضای نماز جمعه خطبه اول را اختصاص میدیم به وظیفه بندگی و عبادت و شیوه سیر و صعود الالله. خطبه دوم را هم راجع به معرفی شخصیت امام معصوم و همینطور چند تا از مسائل اجتماعی، سیاسی، جهانی و داخلی به پایان خواهیم برد. اما در ابتدا راجع به وظیفه بندگی، سرسپردگی و تقرب الالله، امام صادق علیه السلام می فرماید الربوبیت و جوهرت کنه الربوبیه. عبادت یک گوهر است که ابتدایش، ظاهرش با بندگی خدا شروع می شود، اما پایانش ربوبیت است. این جمله به این معنی نیست که از بندگی انسانها سیر و صعود الالله را شروع بکند و سرانجام به خدایی ختم می شود. هرگز چنین معنی ندارد. منظور این است که نهایت بندگی خدا، هدف و غایت مطلوب از بندگی این است که انسان مالک و صاحب اختیار نفس خودش بشود. این اولین مرتبه عبودیت است. اگر انسان به این مرحله برسد که بتواند مالک و صاحب اختیار نفس خودش بشود،
یک مرتبه صعود الى الله را پیمایش کرده است. وقتی که سپاه ابرهه آمد در سرزمین مکه خانه خدا را خراب بکند، هرچی از مال و اموال مردم گیرش آمد همه را با خود بردن و غارت کردن، از جمله شتران جناب عبدالمطلب را هم با خودش بردن. اون جناب رفتن دنبال شتران خودش که با ابرهه ملاقات داشته باشه، شتران خودش را باز پس بگیره. وقتی که نگاه ابرهه به چهره و سیمای معنوی جناب عبدالمطلب افتاد، تحت تأثیر قرار گرفت. با خودش گفت اگر این سروری قریش از من بخواهد که خانه عبادت اونها را خراب نکنم، خراب نخواهیم کرد. ولی برخلاف انتظار دیدم که جناب عبدالمطلب فرمود من دنبال شتران خودم آمدم. تعجب کرد ابرهه، فرمود من از شما انتظار داشتم به عنوان سرور قریش که از خانه عبادت خودتون شفاعت بکنید، آمده ای که از چند تا شتر شفاعت بکنید. جناب عبدالمطلب در پاسخ ابرهه این جمله را گفت انا رب الابل وللبيت رب، من رب شتران هستم، صاحب اختیار و مالک شتران هستم، خانه از خودش مالک داره. منظورم این است که منظور از ربوبیت یعنی صاحب اختیار نفس خودمان بشویم، عبادت خدا انجام بدیم تا مالک نفس خودمان بشویم. ما مالک نفس خودمان نیستیم، نه مالک چشممان هستیم، نه مالک گوشمان هستیم، نه مالک شکممون هستیم، نه مالک دامنمون هستیم، نه مالک شهوتمون هستیم. وقتی که خشمگین میشویم غضب ما در اختیار ما نیست، وقتی که عصبانی میشویم کنترل روی اوضاع شخصی و روانی خودمون نداریم. این معناش اینه که ما در اختیار نفس اماره هستیم، نفس اماره در اختیار ما نیست. اون زمان که میشینیم در یک مجلسی، به اصطلاح وقتی که مجلس گل میاندازد، شروع میکنیم به غیبت کردن، نه دنبال حفظ اسرار دیگران هستیم و نه دنبال حفظ اسرار خودمان و نه دنبال پوشاندن عیب و اسرار دیگران هستیم. این نشان میده که ما مالک نفس خودمان نیستیم، نفس ماست که بر ما مالکیت دارد، نفس ماست که دارد بر ما فرمان روایی میکنند. عبادت باید برای انسان تأثیر داشته باشد. اولین عبادت حقیقی و واقعی تأثیرش این است که انسان مالک نفس خودش باید بشود. پس اولین مرتبه صعود الی‌الله اینه. اما چیکار کنیم؟ از چه ابزار استفاده کنیم تا بتوانیم مالک نفسمون در زندگی بشیم، تا بتوانیم اولین مرحله سیر و صعود الی‌الله را پیموده باشیم؟ اون نیرویی که خدا در وجود ما قرار داده، اولین نیرویی که از اون میتونیم به ایمان حجت خدا کمک بگیریم، نیروی عقل است. عقل است نعمت بزرگ خدا در اختیار ما قرار داده. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. عقل شما چنان حجت خداست که همه خوبی ها و بدی ها را، همه زشته ها و زیبایی ها را به خوبی تشخیص میده. اما چی عقلی؟ نه اون عقلی که از هیچ استفاده نشده، نه اون عقلی که به اصطلاح ما طلب ها آگبند باقی مانده، نه اون عقل سطحی و معمولی، اون عقلی که از او کار کشیده شود، اون عقلی که او پرورده شود. تعلیم برای چیه؟ نهاد آموزش و تعلیم برای چیه؟ علم برای این است که عقل انسان رو تربیت بکنه، عقل انسان پرورده بشه باید. اگر عقل انسان پرورده شد، خدای متعال می فرماید این آدم بالاخره در مسیر هدایت قرار گرفته. فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. بشارت بده به اون بندگان من که سخن دیگران رو می شنوه، اما یک جا دربست قبول میکنه، دربست رد میکنه، همه رو از درست و نادرست،
از سعی و باطل به کار میگیره؟ نه، اینها عقل غربالگر داره، اینها مسائل را حرف ها را ارزیابی میکنن، بالا پایین میکنن، سخن درست را از نادرست تشخیص میدن، بعد فیت تبعون احسنه، اونی که به نظرشون درسته اونو در زندگی به کار میبنده. عقل آدم ها باید اینجوری تربیت شد، عقلمون رو باید تربیت بکنیم. بعد قرآن کریم میفرماید اولئک هداهم الله، اینها در مسیر هدایت خدا قرار گرفته. اگر خدا اینچنین عقل برای ما روزی کرد، و اولئک هم اولو الالباب، حقیقتا به اینا میشه گفت اینا صاحبان عقلن، صاحبان خردن، صاحبان اندیشه. متقابلا حدیث شریف است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات الله علیه و سلم، فرمود کفا بالمرء جهلا ان يحدث بكل ما سمعه. از اون طرف برای جهالت انسان همین کافیه که هر چه را انسان میشنوه مانند یک ضبط صوت باشه، همه را دریافت، ضبط کنه به خودش، به حافظه خودش، بعد ببرن هم جای دیگر تحویل بدن، ارزیابی نداشته باشه، سنجش نداشته باشه، تجزیه و تحلیل نداشته باشه. این نشانه جهالت آدم هاست. در دنیا عالم زیاده. شهید مطهری رحمت الله علیه تعبیرش اینه، میگه در دنیا عالم زیاده ولی عاقل کمن، کمتر مردم اهل تعقله. چی بسا اشخاصی هستن که اطلاعات بسیار وسیع داره ولی کمتر روی اطلاعات خودشون تعقل کرده است. پس اولین نیرویی که باید ما از او کمک بگیریم برای کنترل نفس اماره خودمون نیروی عقل است. یک مقدار این عقلها رو پرورش بدیم. دومین نیرویی که باید برای کنترل نفس اماره از اونها کمک بگیریم برادران، نیروی اراده است. نیروی اراده اونجا به درد ما میخورد که عقل خوبی و بدی کارها را تشخیص داده، پسند کرده که فلان کار و فلان گفتار خوبی است، فلان کار خوبی است، باید اقدام شود، ولی برخلاف غریزه ماست، برخلاف میل ماست. در اینجا از باب مثال عقل ما تشخیص داده که باید برای نماز شب باید بلند شد، برای نماز صبح باید زودتر بلند شد، ولی میل ما، طبیعت ما و غریزه ما حاضر نیست که بستر نرم و گرم را به اون آسانی رها بکنه. اینجا باید از نیروی اراده کمک گرفت. عقل ما و دین ما پسند کرده که مردم باید حقوق واجب مالی خودشون رو بپردازه، زکات باید بپردازه، خمس باید در راه خدا بدیه، ولی میل ما و غریزه ما و یا حتی عادت ما گاهی اجازه نمیدن به ما که کار درست رو انجام بدیم. در زمان امام صادق شخصی بودن میگفتن خانه تنگ و تاریک داشت، مرد ثروتمندی بود، ولی حاضر نبود خانه برای خودش درست بکنه. چرا؟ چون میگفت خانه پدران ماست، یادگار پدر ماست، عادت ما اجازه نمیده. اینجا باید نیروی اراده باید وارد بشه. خیلی های ما عادت های بدی گرفتاریم، بعضا دود میکشه، یا به دود سیگار مبتلا، یا به دود بالاتر از او، دود تریاق مثلا مبتلاست، خدایی نکرده. ولی اینجا عقلشون پسند کرده دود کشیدن کار بدیه، اما اراده لازم رو نداره. پس باید ما اون اراده ایمون رو تقویت بکنیم. در زمان قدیم یکی از خلفای مقتدر بنی العباس که نمیدونم مأمون بوده یا یکی دیگر از خلفا، عادت به خاک خوردن داشت.
وقتی که با عقلشون سنجش میکردن میفهمیدن که خاک خوردن چیزی بدیه، عادت بدیه، ولی اراده لازم را برای ترک کردن نداشت. یک روز همه اطباء را جمع کردن و از اونها راه علاج درمان را خواستن. یک مرد ژندپوش در اون گوشه و کنار مجلس نشسته بود، خطاب به خلیفه و اهل مجلس گفت درمان این کار پیش من است. همه تعجب کردن، نگاه ها به سمت و سوی این مرد جلب شد، از جمله خود خلیفه. پرسیدن خب راه معالجه چیه؟ فرمود عظمت من عظمات الملوک، راه معالجه درمان فیزیکی نداره، داروی فیزیکی نمیتواند این را درمان بکنه، راه معالجه تصمیم از تصمیمات شاهانه است. اگر دنبال معالجه میخوایی بری، باید به اون نیروی درونی خودت باید مراجعه بکنی، باید عزم راسخ داشته باشی. کافی نیست که عقل انسان خوبی و بدی چیز را تشخیص بدهد، اما انسان نیروی اراده نداشته باشد. من به همه برادران و خواهران، به خصوص برای جوانان توصیه میکنم، تنبلی و کسالت اجازه نمیدن که انسان کار خوب رو انجام بده و بر اساس تشخیص عقل حرکت بکنه. و خصوص دانشجویان عزیز، طلبه های محترم، درس خوندن کاری سختیه، زجر کشیدن پیش چراغ دود نشستن داره، زحمت کشیدن داره، کار سخت است، انسان دچار تنبلی میشه. ولی اگر میخواهید با سواد بشین، یا همین فضاها، گاهی فضاهای به اصطلاح که روان انسان رو به هم میریزه، ممکن است گاهی مانع از درس خوندن میشه. شما اگر میخواهید راه سیر و صعود رو بپیمایید، باید اراده لازم رو داشته باشید، باید عزم راسخ داشته باشید. برادران، موفقیت عزم راسخ میخواد، علاوه بر این که عقل کامل میخواد، عزم راسخ هم میخواد. این دومین نیرویی که انسان میتواند از او برای موفقیت خودش کمک بطلبد، اراده راسخ است. اگر میخواهید بر نفس اماره مالک شوید و نفستون رو کنترل بکنید، نیروی سومی که از همه این نیروها بالاتر است، نیروی ایمان به خداست. برادران، نیروی ایمان به خدا. انسان تا زمان گوشت فرمان عقل است، تا زمان در پی اراده خودش میرود که منافع شخصی خودشون ایجاب میکنه. اما اون وقتی که انسان بناست باید پا روی منافع شخصی خودش بگذارد، مثلا در مقام اقامه عدل و داد، اگر بخواد کسی اقامه عدل و داد بکنه، بر ضررشون تمام میشه. اگر کسی بخواد در دادگاه شهادت به حق بده، اگر کسی بخواد احترام به حقوق برادران و خواهرانش، ملت‌ها و گروه‌های دیگری بگذاره، بر خلاف منافع شخصی خودشون هست. ولذا در اینجا نه کار از دست عقل ساخته است و نه کار از اراده ساخته است. تنها اون نیروی قهرمانی که میتواند نفس اماره را در اینجا مهار کند، ایمان به خداست. قرآن کریم هم این مطلب را به صراحت داره تذکر میده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين و ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ان تعدلوا. مردم، برای اقامه قسط عدالت برپا خیزید، شهادت را برای خدا بگید. این که به ضرر فلان فامیل فقیر شماست، به ضرر فلان قوم شماست، به ضرر خود شماست، اگر ایمان به خدا دارید، اگر دنبال اقامه عدل و داد هستید، اگر خودتون رو بنده خدا میدانید، برای خدا قیام کنید. چرا کشورها این همه داد از حقوق بشر میزنه، داد از اخلاق میزنه، ولی وقتی که در مقام عمل میرسه پای همه میلنگن؟ همه آمریکایی ها و اروپایی ها امروز داد میزنه ما حامی حقوق بشریم، ما حامی اخلاقیم،
وقتی که برخلاف منافع شخصیشون مسائل ایجاب میکنه، اخلاق کجا رفته؟ حقوق بشر کجا رفته؟ پا میگذارن روی حقوق بشر، پا میگذارن روی اخلاق. چرا؟ چون منافع شخصی اون چنان عرصه خطرناک است که نه از اخلاق کار ساخته است، نه از علم بشر کار ساخته است، نه از عقل بشر کار ساخته است و نه از اراده بشر کار ساخته است. تنها قهرمانی که میتواند در اینجا نفس اماره را مهار کند اون ایمان به خداست. هیچ دین مثل اسلام نمیتواند ادعا بکند که ما حامی اخلاقیم، ما حامی حقوقیم، ما حامی قانونیم. بله، شما حامی حقوقیم، حامی قانونیم تا زمانی که منافع شخصی شما برخلاف اون ایجاب نکنه. پس اگر ما میخواییم نفس اماره ایمان را کنترل داشته باشیم، از این سه تا نیرو باید استفاده کنیم. نیروی عقل ما، نیروی اراده ما و نیروی ایمان ایمان را باید به کار بیاندازیم تا نفس اماره ایمان را کنترل کنیم. چه علائمی دارد؟ با چه ابزاری میتونیم تشخیص بدیم که آیا نفس اماره ایمان کنترل و مهار شده یا نشده؟ اگر نفس اماره را کنترل کردیم، با کدوم مقام عبودیت میرسیم؟ اینجا پاسخ شما را از یک حدیث شریف بدم. امام صادق علیه السلام میفرماید من ملک نفسه. انسان اگر میخواد بفهمن که مالک نفسشان شده یا نشده، اذا رغب و اذا رهب و اذا رضی و اذا غضب حرم الله جسده علی النار. اگر انسان اون وقتی که خواهش دلش طغیان کرده، عاشق یک موضوع یا یک انسان یا یک شخص شده، اگر کنترل نفس را از دست نداده، معلومه که این مالک نفس خودش هست. اون زمان که در مقابل شخصیت کسی، اون زمان که در مقابل مال و ثروت کسی، در مقابل قدرت کدام کشوری، انسانی، قومی قرار میگیرید، اگر مرعوب قدرت اونها، مرعوب ثروت اونها اگر نشدی، معلومه مالک نفس خودتون هستید. مردم زمان قارون وقتی که اون شوکت و جبروت قارون رو میدیدن، همه آرزو میکردن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش پول و ثروت رو ما هم داشتیم. شخصیت خودشون رو میباخت. در برابر سیطره آمریکا خیلی از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان امروز مرعوب شده، شخصیت خودشون رو باخته. اگر انسان مالک بر نفس خودش شد، شخصیت خودش رو به آسانی نمی‌بازه. و اذا رضی و اذا غضب، خوشبینی و بدبینی یکی از این معیارهاست. انسان وقتی که خوشبین میشه به یک چیزی، معمولا یک جور قضاوت میکنه. وقتی که بدبین میشه، رابطه ها تیره میشه، قضاوت دیگری داره. انسان ها معمولا از نفس خودشون راضیه، هر کاری که انجام میده ولو بد باشه میگه خوبه. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا آدم هایی را دیده که اعمال زشتشون به نظرشون زیبا جلوه داده شده، خوب را داره بد میبینه؟ ولی زن در اینجا گفته شده که بدبینی و خوشبینی به قضاوت آدم ها، رضایت و غضب به قضاوت آدم ها تأثیر گذاره. مجنون عامری همه رنگ‌های سیاه را خوب می‌دید، زیبا جلوه می‌کرد. چرا؟ چون لیلی سیاه بوده. ولی لذا گفته شده زیبایی نیست که عشق ایجاد می‌کند. بعضی ها گفتن عشق است که زیبایی ایجاد می‌کند. همینطور انسان تا زمانی که با کس رابطهش تیره نشده، یک قضاوتی دارد. وقتی که رابطه ها تیره شد، قضاوت دیگری دارد. اگر ما در این عرصه ها، در اون عرصه ای که خوشبین هستیم و بدبین هستیم، در اون عرصه ای که در مقابل قدرت و شوکت دیگران قرار میگیریم، در اون عرصه ای که خواهش دل ما طغیان میکنه، اگر مالک نفسمون هستیم، اگر مالک اینها هستیم، میفهمیم که مالک نفس خودمون هستیم. در این عرصه ها اگر میتوانیم خودمون رو کنترل کنیم، معلوم میشه مالک نفسمون هستیم. حالا که مالک نفسمون شدیم، چه نتیجه‌ای در بر دارد؟
امام صادق علیه السلام میفرماید اگر مالک نفستون شده، نفستون رو کنترل کرده، و حرم جسده علی النار، خداوند جسد شما را بر آتش دوزخ حرام میکند. این هم نتیجه عبودیت، این هم نتیجه بندگی، و این هم اولین مراتب بندگی که انسان باید بتواند نفس اماره خودشون رو با اون ابزاری که گفته شد، با اون نشانه هایی که گفتم، این هم نشد، این هم سرانجام نتیجه اش که اگر مالک نفس ما شدیم، یک مراتبی از عبودیت را پیمایش کرده ایم و امیدوار به رحمت خدا باشیم. پروردگارا ما را مالک نفس اماره ایمان قرار بده، بر مراتب ایمان و توفیقات من بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانعک هو الابتر. بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم المرسلين وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين ستي نبي الرحمة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. همونجور که در ابتدا عرض کردم، خطبه دوم را آغاز میکنم به معرفی شخصیت امام معصوم. ما شیعیان عقیده داریم کسانی میتواند مقتدا از طرف خدا برای ما باشد که همونطوری که قرآن کریم فرموده است خلیفه الله باید باشد، انسان کامل باید باشد. خلیفه الله انسان است که در عرصه علم از همه عالم ترند، در عرصه عمل از همه صالح ترند، در عرصه اخلاق از همه با فضیلت ترند. این رو ما میگیم انسان کامل. انسانی که خلیفه الله نباشد نمیتواند امام و مقتدای ما باشد. اما اینکه خلیفه الله را چی کسی باید معرفی بکند، ما عقیده داریم که خدای متعال معرفی بکند و با عقل هم باید نشانه های آن تشخیص داده شود، بر اساس تجارب بشری هم باید تشخیص داده شود. اما اینکه خدای متعال اینها را باید معرفی بکند، خب راجب به خود اولیای خدا و پیامبران خدا که معلوم است، اما راجب به جانشینان پیامبران هم ما در مجموع دو تا آیه داریم درباره جانشین دو تا پیامبر که خدای متعال میفرماید کار من است. همونطوره که باید خود پیغمبر رو معرفی بکنم، جانشین پیغمبر رو هم من باید معرفی بکنم. یکی راجع به قضیه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است که میفرماید اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به مقام امامت رسید، این مقام را برای نایبان خودش، برای جانشینان خودش آرزو کرد. فرمود قال و من ذریتی، خدایا تو این رو در ذریه من قرار بده، این مقام را. قال لا ینال عهد الظالمین، پیمان من به ستمگران نمیرسه، اونهایی که ظالم است به اونها نمیرسه مقام امامت، مقام جانشینی پیامبر. دومین پیغمبر خدا که خدای متعال داره جانشین برای او تعیین کرده در قرآن کریم حضرت موسی کلیم الله است. اونجا که میفرماید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، تا به اینجا میرسد واجعل لی وزیرا من اهلی، خدای یک وزیر تو برای من از اهل من قرار بدی.
هارون اخی، دوست دارم برادرم هارون باشه. هم در قضیه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدای متعال میگه این جاعل کل الناس اماما، من خدا تو را امام قرار دادم. اینجا هم حضرت موسی میگه و رب اجعل لی وزیرا، خدای تو برای من وزیر قرار بدی، معاون تعیین بکن. ما در هیچ جا نداریم که خلیفه پیغمبر را مردم انتخاب بکنن. ما لذا عقیده داریم که خلیفه پیغمبر مثل خود پیغمبر باید انسان کامل باشد. انسان کامل را هم خدا باید معرفی بکند و هم بر اساس محاسبه بشری باید مشخص باشد. این اون نشانه ها را داشته باشد. هم داناترین انسان باشد بعد از پیغمبر، هم صالحترین فرد باشد در عرصه عمل و هم فاضلترین انسان در عرصه اخلاق باید باشد. اما امامان ما بودن این نشانه ها را داشتن، ما شکی نداریم. چون حتی در منابع برادران اهل سنت ما آمدن که از خود پیغمبر در سری همین یکی از دیوارهای روزه مبارکه اگر برید شما مراجعه بکنید نوشته است انا مدینه العلم و علی بابها. پیغمبر گفته من شهر علمم، علی دروازه اون شهر است. آیا علم پیغمبر علم لدونی بوده یا نبوده برادران؟ افاضه الهی بوده یا نبوده؟ بعد میفرماید امیرالمؤمنین علی بابها، باب همون شهر علم پیغمبران، نه باب شهر علم عادی، باب همون شهر علم پیغمبره. این نشان میده که علم پیغمبر همونطوری که از طرف خدا به وجود نازنین پیغمبر به صورت معجزه آسا خارق العاده منتقل شده، این علم به وجود مقدس، از وجود نازنین پیغمبر به وجود مقدس امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام انتقال پیدا کرده. ما این عقیدمون، ولذا اینا داناترین انسان هاست. با همین علم بود که امام امیرالمومنین ادعای عجیبی میکرد که هیچ بشری در تاریخ نکرده. میفرمود سلونی قبلا تفقدونی، از زمین میپرسید، از زمان میپرسید، از تاریخ میپرسید، بپرسید از من علی ابن ابی طالب پیش از اینکه مرا از دست بدید. شما هیچ بشر را سراغ ندارید که این چنین ادعا داشته باشد. لذا میفرمود ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده بلند پرواز نمیتواند در قله وجود من از نظر علمی پرواز بکند، چون علم پیغمبر به وجود او منتقل شده بود. امام حسین علیه السلام یکی از این هاست، امام زین العابدین دیگریست، تا برسن به امام زمان علیه السلام. اینا داناترین افراده. بعد میرسن به این که اینا صالحترین هم هست در عرصه عمل. چرا؟ چون معصوم هم. معصوم اون است که نه اشتباه داشته باشد و نه گناه انجام بده. انسان اگر اشتباه میکند نادانه. اگر گناه انجام میده نفس اماره معلومه که بر او سیطره داره. معصومانه که نه نفس اماره بر او سیطره داره و نه جهالت داره تا اشتباه بکنه. ولی در عرصه عمل اونا صالح ترین افراده. این هر عملی که انجام میده عمل فاسد نیست، هم مصداق عمل صالح. اینا صالح ترین افراده به این دلیل. در عرصه اخلاق هم اینا فاضل ترین امت حضرت ختم مرتبت است. من این نمونش را وجب امام حسین علیه السلام بگیم. شما بین اخلاق امام حسین را، چون ولادت ابو عبدالله بودن، یکی از ویژگی های اخلاقی پیامبر بودن که عزیز علیه ما عنیتم، قرآن میگه رنج مؤمنین برای پیغمبر خیلی سنگین تمام میشد. حریص علیکم، به سرنوشت مؤمنان خیلی حریص بودن پیغمبر، خیلی حریص بودن. کسی که ایمان نمی آوردن پیغمبر از غصه دیق می کردن، دیق. امام حسین در روز عاشورا وقتی که این دشمن جنایتکار را دیدن که اینا شقاوت را به اوج خودش رسونده، بدبختی را به اوج رسونده، خیلی دلش سوخت، خیلی عمامه پیغمبر را به سر گذاشت، لباس پیغمبر را به تن کرد، آمد در مقابل لشکر دشمن، استنصار خواست، یاری طلب کرد. هل من مغیث یغیثنی، برای این نبود که یاران بیاید از اونجا امام حسین را یاری بکند و نجات بده. بعد از اینی که اصحاب و انصار و جوانان به درجه رفیعی شهادت رسیده، دیگه امام حسین حیات را چی کند، زنده بودن را چی کند، دنیا را چی کند؟ استنصار برای این بودن که تا یک نفر اگر بتونن از اون افراد شقی را نجات بده، هم به سعادت برسانه، وظیفه خودش میدید باید این کار را انجام بده.
همون جایی که پیغمبر دل رحیم و مهربان داشت، حضرت امام حسین هم همان گونه دل رحیم و مهربان داشت. امام زمان هم همان گونه دل رحیم و مهربان داره. مروت و مردانگی امام حسین رو ببینید. وقتی که با لشکر حر مواجه میشه، اونها از بیابان رسیده خودشون تشنه، مرکب هاشون تشنه، همه رو آب میدن، خودشون رو آب میدن، مرکب هاش رو سراب میکنن. این مروت و مردانگی امام حسین رو ببینید. تسلیم او را شما در برابر خدای متعال ببینید. تسلیم او را در برابر خدا، جوانمردی او را نگاه کنید. جوانمردی در روز عاشوراست. شمر ابن ذوالجوشن اونجا را داشت رصد میکرد که از کجا میشه به خیمگاه امام حسین نفوذ کرد. از پشت خیمه ها آمدن تا به خیمگاه نفوذ بکنن، دیدن نه، خیمه ها را در هم تنیده، پشت خیمه ها خندق را حفر کرده، در اونجا خار ریخته و آتش زده، امکان نفوذ نیست. شروع کردن به فحاش کردن. یکی از اصحاب امام حسین فرمود آقا اجازه بدی با یک تیر حرامش بکنن. امام گفت نه، این رو دین ما، آیین ما، جوانمردی ما اجازه نمیده، اخلاق ما اجازه نمیده، ما نمیتونیم آغازگر جنگ باشیم. فرمود آقا خیلی عنصری کثیفی، من اینو میشناسم. امام حسین فرمود من بیشتر از تو میشناسم، ولی جوانمردی ما اجازه نمیده، اخلاق ما اجازه نمیده. شما تسلیم امام حسین رو در برابر خدای متعال ببینید. سخت‌ترین صحنه آزمایش اینه که انسان با متعلقات درجه یک، با دلبستگی‌های درجه یک خودش آزمایش بشن. امام حسین با مالشان آزمایش شد، با جانشان آزمایش شد، با جگرگوشه‌ها و فرزندانشان در روز عاشورا آزمایش شد، با اسارت ناموس هم آزمایش شد. فکر کنید یک کمی، سخت‌ترین آزمایش‌ها راجع به پیغمبر، به حضرت ابو عبدالله حسین در روز عاشورا انجام شد. چون به خاطر دین خدا بود، امام وقتی که اون تیر سه شعبه به پیشانیش رسید و اون تیر سه شعبه به قلبش رسید و به روی زمین افتاد، این جمله را گفت: الهی رضا من قضائک و تسلیما لامرک. اینجا تسلیم خودش را در برابر خدا نشان داد، توحید خودش را، ایمانش را در برابر خدا نشان داد. لذا این یک انسان کامل. تو اون یک حدیث از امیرالمومنین علیه السلام است که میگه شخصیت انسان ها در عرصه مشکلات خوب فهمیده میشه، در عرصه مشکلات، در این عرصه تلخ و در این عرصه تنگ شخصیت امام حسین جلوه کرد. اخلاق را زیر پا نگذاشت، حقوق انسان ها را زیر پا نگذاشت، از خداشناسی تجاوز نکرد. ولی زمان انسان کامل به این دلیل است که ما عاشق امام معصومیم، ما با اونها اقتدا میکنیم و اونها را مقتدای خودمون میپنداریم. صلوات علی رسول الله. قضیه دوم، قضیه افغانستان است که دیروز روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان بود که تا 9 سال 10 سالی که به اینجا در سال 1358 هجوم آورد، 1 میلیون انسان را از مردم ما به شهادت رسند، بیشتر شاید هم، و 5-6 میلیون نفر را آواره کردند و 14,000 نفر هم از خودشون به هلاکت رسید و چنان بحران را ایجاد کردیم که تا به امروز این بحران متاسفانه قابل کنترل نیست. اوضاع جغرافیایی، اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی افغانستان هنوز بی ثباته. هنوز کشور افغانستان در دنیا اصلا منزویه و هیچ راهکار برای برون رفت از این بحران فعلا مشاهده نمی شود. اگر از حال ما بپرسه واقعا ما ملت افغانستان فعلا امروز به روز رسیده ایم که نه نان برای خوردن داریم، نه پای برای گریختن داریم، نه نای برای فریاد زدن داریم، نه امید برای زنده ماندن داریم، نه دل و دماغ برای درس خوندن داریم. اگر برادران امارت اسلامی حالمون رو میخواد بپرسد، حال ما اینه. اگر کشورهای بین المللی حالمون رو میخواد جایه شد، حال ما همینه. اگر خدای متعال در پی احوال بندگانش هست، باز هم زبانی حال ما همین است. من تا امید خودمون رو از دست نمیدیم، امیدوار بر رحمت خدا هستیم.
فردا و پس فردا هم قضیه نشست دوحه است که در اونجا میخواد نقشه راهی برای آینده افغانستان ترسیم بکنه. البته چی میخواد ترسیم بکنه؟ آیا مشکل را شناسایی بکنه؟ مشکل افغانستان که شناسایی شده دیگه. کجای افغانستان درسته؟ اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی همه چیز خرابه. مشکل افغانستان از هر جهت وجود داره فعلا. اما رای حل آیا برای مشکل افغانستان میخواد معرفی بکنه؟ رای حلش هم شناسایی شده. کارشناسان شناسایی کردن، گفتن رای حل مشکل افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است. یک، احترام گذاشتن به همه به حقوق همه ملت افغانستان است. دو، و احترام گذاشتن به حقوق جنسیت، به حقوق زنان است. سه، گفتن این رای حل مشکل افغانستان است. پس مشکل در کجاست؟ مشکل در اجرا کردن این راهکارهاست. اجرا کردن این راهکارها، این به اجرا نمی شود جز یا خود امارت اسلامی با ملت افغانستان یک جا بشن، با همه گروه های مخالف خودشون یک جا بشن، یک تصمیم بگیرن برای حل معضل افغانستان که این تصمیم تصمیم داخلی باشه، و این رای حل بهترین رای حله. و بعد از اون هم اگر نشود، باید کسانی که از خارج دلسوزن، سازمان ملل اینها، باید اونها اقدام بکنن. این رای حل دوم است. قضیه دیگری که باید در اینجا میخوام به عرض برسانم، مسئله محیط زیست است برادران، که امروز گفتن یک کمی باید در نماز جمعه اشاره بشن. این برادران ما که پاسدار محیط زیست است، سه چیز رو باید نباید فراموش بکنند. یکی بهداشت محیط زیست، یکی آبادانی محیط زیست، یکی حفظ محیط زیست. حفظ محیط زیست یعنی این جنگل ها رو خراب نکنن، این منظره های زیبا رو مردم خراب نکنن. اما قضیه دیگر حفظ بهداشت محیط زیست است. بهداشت محیط زیست، ما افغانستان واقعا درباره بهداشت محیط زیست صفر هستیم. برادران امارات اسلامی رفتن که آداب اسلامی را برای بانوان بیشتر یاد بده. من میخوام برادران باید آداب اسلامی فراگیر باشه، برای مردم یکم یاد بده، برای مردم افغانستان. وقتی که برای قضای حاجت میره در هر کوچه و در هر بالاخره جایی، همینجور در محضر عمومی میره، یه جای خجالت است، یک مقدار باید آداب را برای مردم هم باید یاد داد. همینطور در پی آبادانی سرویس های بهداشتی باشه. هر جا که مسافران میرن، مسافرخانه های درست رو باید اینها رو درست با تمام امکانات باید آمادش بکنن. و مسئله سومی که در اینجا هست، مسئله آبادانی محیط زیست است. گفتن با غرس کردن درخت، انشاءالله فراموش نکنید، هر کسی باید به نوبه خودش یک درخت غرس بکنه که این میشه باقیات و صالحات از نظر اسلام. حتی پیامبر اسلام دستور دادن که هر جا میرن به لشکرش میگفتن محیط زیست رو خراب نکنه که گناه داره. اونهایی که با شما در نبرد نیستن به اونها کاری نداشته باشید. اشجاری که در اون محیط وجود دارد به قل و قم اونها نپردازید. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. وقت گذشت، سخنانم را همینجا به پایان میرسانم. پروردگار روحیه عدل و انصاف و مروت بر ما حاکم بگردان. پروردگارا کسانی که در امنیت افغانستان، در صلح و ثبات افغانستان کمک کردند، بر توفیقاتشون بیفزا. پروردگارا بدخواهان نسبت به ملت افغانستان را منکوب و مخذول بفرما. پروردگارا سعی و تلاش برادرانمون را از هر قومی که هست، از هر جنسی که هست، از هر کشوری که هست، چی در پی تأمین کردن امنیت ما بودن، چی در پی تأمین کردن اقتصاد ما بودن، چی در پی صلح و صلاح افغانستان بودن، خدایا تلاششون رو به درگاهت قبول بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.